سلام مجدد با سلام افغانستان خوش آمدین. در این بخش برنامه دکتر نجم السما شفاجو، کارشناس و متخصص بیماری های نسایی ولادی و همچنان رئیس انجمن دکتران نسایی ولادی در افغانستان. صبحتان بخیر دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین. سلامت باشین، صبح شما هم بخیر و یک صبح خوب و خوش به این برف مقبول بر کلی میخواد. صبح برفی هم به شما مبارک باد میگیم و انشاءالله که صبح خوب داشته باشین. آنچه در آغاز گفتیم، امروز دوست داریم روی میتودهای وقفه بین ولادت ها را با شما صحبت های داشته باشیم و پرسش هایی را که مردم واقعا نیازمند هست این خصوص بدانند. در نخست میخوایم بدانیم که چرا میتودهای وقفه بین ولادت ها خیلی مهم هست و خانواده ها چرا بیشتر باید در نظر بگیرن. قسمی که همین میفهمیم آمار مرگ نور مادر در افغانستان بسیار زیاد است و روش که میتونه که در مرگ نور مادر کاهش بیاره امی میتودهای ایجاد وقفه بین ولادت هاست. اگر هر قدر مادر ولادتش کم میشه، حاملگیش کم میشه، اونم قدر خطرات کم میشه و اگر حامله میشه پس یک روش دیگه که مرگ میر مادر کاهش داده میتونه او مراقبت های زمان حمل است. اول خود نمانه که حمل بگیره، اگر حمل گرفت زود پیش دکتر بره و صحتش بسیار مهم است که تحت نظر دکتر باشد. به هر صورت ایجاد وقفه بین ولادت ها روش های بسیار زیاد داره که از این روش ها الحمدلله ما مسلمان هستیم، اکثرا فامیلا راضی می نشن که از این میتودها استفاده بکنن، در حالی که یکی از میتودهایش که محمد رسول الله هم تعقیب میکرده به خاطر که ایجاد وقفه بین اولادایشان ده و قانون اسلامی و قانون طبی قسمی است که حد اقل ایجاد وقفه بین دو ولادت تا به حاملگی 2 سال باشه، ولادت تا ولادت حداقل 3 سال باشه. اگر کس نقصان میکنه چقدر وقت باید حمل نگیره باز حامله دارشه؟ او 6 ماست که اینی از نظر شرعی اسلامی و از نظر دکتری اردوش صدق میکنه، به خاطر که در زمان حاملگی و در زمان شیردهی به وجود خانم حامله بسیار تغییرات میه. در فامیلا کلمه میگه که اکثرا ما شنیدیم که میگن از یک دیوال سال یک خشت پس کنی بالاخره دیوال کم میشه، چپه میشه دیگه، خراب میشه دیوال. اونم تو وجود مادر است که سال یک تا طفل ولادت کنه، یک تا بالاخره وجود مادر چی میشه دیگه، کمبوداتی که در وجودش میاره پس پورا کنه نمیتونه. پس ایجاد وقفه بین ولادت ها هم به صحت فیزیکی و جسمانی و روانی مادر و هم به طفلش مهم است که هم به طفل خود رسیدگی بتانه از نظر اقتصادی، تعلیم و تربیه و نشان و ماویش و همچنان بر مادر بسیار مهم است که صحت خود از دست نده. اگر یک مادر صحت خوب نداشته باشه مسلم است که او نه به خود رسیده میتانه، نه به فامیل خود و نه به طفل خود. و همچنان اگر به طفل وقفه بین ازیا بسیار کم می باشه، ببینیم که در فامیلا چقدر مشکلات می داشته باشن. پس میتودهای مختلف است که او را پیشنهاد میکنه از نظر دکتری که هر میتود را که زوجین انتخاب میکنه از اون میتودها میتونن که استفاده بکنن. جناب دکتر، قبل اینکه روی میتودها بحث را آغاز بکنیم، ما مورد میخوام اشاره کنم، نظر شما را میخوام داشته باشیم که خیلی از خانواده ها را میشناسیم و دیدیم و در نظر شما مراجعه میکنن که بر علاوه از اینکه از میتودها استفاده نمی کنن، وقتی که مادر جنین در رحمش تشکیل میشه اونا حاضر هستن که جنین را سخت کنن و از بین ببرن که خود در نحوش از دید اسلام قتل هست. بله. و خانواده ها حاضر هستن قتل کنن ولی از میتودها استفاده نکنن برای وقفه بین ولادت ها. نظر شما این مورد چی هست؟ من دیدم که میگن که من وقفه ایجاد نمی کنم به خاطر که گناه داره، اما اگر حامله دار شد میگه ایره خو علمای دین گفته که در ایخو اناز روح ندمیده ایره بر مسخت کو، در حالی که وقتی که یک اسپرم زنده است تخمه مرد و یک اوام یا تخمه زن زنده است او قابلیت القا را داره که یک بیزه تشکیل میشه
خیلی او هم زنده است دیگه. اگر او زنده نهی بود او چطور القا می شد؟ ای که قلبش تا چی وقت ضربان پیدا میکنه و چی وقت قابلیت حرکات پیدا میکنه او گپ جداست. من تا ای خو حیاتیت خود داشته که القا صورت گرفته. پس چی خوب است که امی که وقایه بهتر از معالجه است پیش از اینکه اینا سبب اجرای جرم و گناه و قتل شن، پس چی خوب است که از این پیشا پیش جلوگیری بکنن و من ایجاد وقفه بین ولادت ها از نظر اسلام هیچ گناهی نداره، اینا میتونن که راحت این استفاده بکنن. اما ای که باز همه میگیرن باز او را منبازن و سب میکنن 100% به نظر من گناه، خدا کنه که از نظر اسلامی من غلط نکرده باشم، برای اینکه از بین بردن یک مخلوق یا خلق خداست دیگه، اما برابر به این است که بسته مخلوق خدا را از بین برده و اگر یک مخلوق خدا را نجات میدی برابر از این است که تمام مخلوق خدا را نجات دادی. پس امکان داره که اینمی بایزی ملقه حق اینمی که القا شده بهترین یک شخص به اینمی ممکن است که یک پیشوای مملکت شد، یک پیشوای اسلام شد، پس چرا این از بین ببریم؟ پس بهتر است که پیش از اینکه به وجود این مانی شویم، در اون وقت که اینا میخواین اون وقت باز میشه که امون میتود متوقف بسنن اینا نرمال همو گرفتن. در خیلی وقتی که جنین نیاز بناشون مو و تغذیه برد طبعا که زنده جان است. حالا اگر روی روش های وقفه بین ولادت ها صحبت کنم جناب دکتر، چی روش های وجود داره و معمول ترین روشی که خانواده ها استفاده می کنن و کاربرد زیاد داره چی هست؟ پیش از اینکه بریم به طرف روش های وقفه بین ولادت ها، در مملکت ما متاسفانه یک رواج خراب دیگه هم داریم که یک کس از فرزند 3-4 دختر داره، میگه تا که بچه نبیارم من اولاد آورده میرم، یا یک کس از که دختر نداره بچه نامقتضی داره میگه که تا که من دختر نبیارم میگن که سر جنازه من کیری نو بکنه، بگه من باید یک دختر داشته باشم. این گپای غلط است که در فرهنگ ما جریان داره، در حالی که میفهمیم که اولاد خود یکیست، چی دختر باشه چی بچه باشه هر کدامش جای خود داره. این گپا را و متاسفانه که در فامیلا ببینیم که امو خانمی که باید میتود انتخاب بکنه و خودش انتخاب نمیکنه، کلان فامیل می انتخاب میکنه که نه این خود میگه که اولاد من نمیارم مگر بچه من یکیست باید مالش میراث نشه و ای زیاد دختر داره باید که ای بچه دار شود. بله، از طرف کلانای فامیل امی روش و ایجاد وقفه انتخاب میشه که این بسیار تاسف آور است و نباید یقم باشه، به خاطر که حیات یک مادر بسیار مهمتر است، اولویت داره نظر به ای که انتخاب بکنیم دختر و بچه را. و ای هم الحمدلله ما شما مسلمان است، میفهمیم که تقسیم دختر و بچه از طرف الله است و ای که چی وقت کدام تخمه مرد که کدام تخمه در کدام ماه کدام ساعت کدام روز کدام ثانیه و ثلاثه القا شده و او دختر باشه یا بچه باشه، این کلش در دمو بتابه ما نوشته است از طرف پروردگار. پس اگر که مسلمان هستیم و قلبا اعتقاد داریم به اسلام، ما متعقل هستیم که دختر بچه از طرف پروردگار هست، هرچی که به نصیب ما نوشته کرده او را ما با سر چشم مقابل داریم و هر چیزی که خداوند به ما رواداری داره دیگه در او اطمان خیر بنده خدا میبینه که اونمو چیز برش مقرر میکنه. پس یک مشکل دیگه ما و جامعه ما متاسفانه که تمام روش ها را میگن که مربوط زن است. فرزن اگر که یک زوجین راضی میشن که باید وقفه ایجاد کنن بین ولادت ها، باز خانم روان میکنن به کلینیکا پیش دکتر برو یک میتود تو انتخاب بکو، در حالی که میتود های ایجاد وقفه بین ولادت ها دیگه هم بر مردان هست هم بر خانم ها هست. بعض اوقات خانم ها نظر به بعض مشکلات که دارن نمیتونن که یک از میتو بر وجودشان فتنیست که او را انتخاب بکنن، پس شوهرشان همکاری بکنن و با اونا کمک بکنن که وقفه بین ولادت ها. به هر صورتش روش های وقفه پیشتر هم گفتم که به مردا هست به زنا هست، میتودهای مختلف هست که هم دائمی است و هم موقتی است. در میتودهای دائمیش عملیات ها بر مردا هم است و بر خانما هم است و بر میتودهای موقتیش هم بر مردا هست و هم بر زنا است.
که میتودهای موقتی برای مردا کاندم است و انزال خارجی است که تقریبا کاندم 98% ریت موفقیتش است و انزال خارجی 78% ریت موفقیتش است و بر زنا هم چندین نوع میتودها است. وقتی که یک زوجین میره پیش معمولا در افغانستان رواج نیست که شوهرها همراه خانمهای خود برن و انتخاب بکنن و خانمها میایند پیش دکترها، دکترها برش تمام میتودها را میماند پیش رویش و نظر به حالتش برش میگه که اگر فشار بلند داری خشک‌گوزینی میتودها، اگر که خدا نخواسته مشکل عصبی داری اینی میتودها، اگر که به هر صورتش تمام میتودها را پیشش میماند که تو کدام میتود خوش داری و امرای کدام میتود راحت هستی. بعضی از و خانم انتخاب میکنه، بعضی از خانمان بدون از اینکه مشوره دکتر گرفته باشن شوهر خود روان میکنه به دواخانه که برو یک پیچکاری ضد حاملگی یا ایجاد وقع بین ولادت برم بیار یا یک تخت دوای قطارکی برم بیار. چی خوب است که یک دفعه نزد دکتر برن مشوره شه بگیرن، نشه که اما میتود جلوگیری به صحت از این خانم مطابقت نداشته باشه. به هر صورتش این یک ویلی است که از طرف WHO یا سازمان صحی جهان ساخته شده، بسیار یک ویلی خوب است که نظر به مشکلات خانم برشان تعیین شده که اگر خانم کدام مشکلات داشته باشه از کدام میتود استفاده نکنه و از کدام میتود استفاده باید بکنه، که حتما دکتر صاحبا در شفاخانه در ماینه خانه شخصی خود دارن، این بسیار کمکشان میکنه. یک نفر دکتر هم جام میمونه که خب اینی خانم مثلا تکلیف عصبی دارم، مرگی دارم، من کدام میتوده برش استفاده کنم، یا فرزن اینی خانم شکر داره، من کدام میتوده برش استفاده کنم، کل چیز در مغز آدم نمیمانه، یا اینی خانم نیم سری داره، سردردی داره، کدام میتوده برش انتخاب کنم. در این کل میتوده نوشته است که اگر دورش میتن دکتر صاحب میتونه که برای مریض خود انتخاب بکنه، که این بسیار هم دکتر هم مریض کمک میکنه و WHO دیگه این بسیار سنجیده بسیار تحقیق کرده که این را جور کرده و به دسترس همگی این قرار داره، که اگر که قرار نداره میتونن که از وزارت سطحامه یا از دیگه مراکز این را به دست بیارن و ازش استفاده کنن. متخصصین بیماریان سیولادی بله داشته باشن؟ بله، این بر خانمه نیست، بر مریضا نیست، این فقط بر دکتر است که از روی ازی انتخاب میکنه که کدام رقم گلی قطارکی را بده یا کدام میتود بر کدام مرض مزاد استبداب است، کدام میتود بر کدام مرض جایز است که این بتون بر مریض ضرر نمیرسانه. به هر صورتش بازم میگم که میتودهای هورمونی است و میتودهای طبیعی است و میتودهای میخانیکی است که یک چند تا گکشه که ما یافتیم ما آوردیم. این رخو پیشتر گفتم که ایجاد وقفه بین ولادت ها برای مردا است و پولی میتود های دیگه که یک میتود میخانیکی است که میتونن از این استفاده بکنن، و این دوای قطارکی است که خانم ها خوبش میفهمن که بگوین دوای قطارکی ایجاد وقفه بین ولادت هاست که ایره از روز از شب دوم هم میتونن شروع بکنن، از شب پنجم عادت ماهوار هم میتونن شروع بکنن. این چرا شبانه میخورن؟ به خاطر که این یک کمک گنگسیت اگر پیدا میکنه، یک کمک طبیعتشان اگر خراب میکنن در خواب تیر میشه دیگه. اگر این غیر از اون میشد که این روزانه هم استفاده بکنن، مگر به خاطر که همون احساس بد یگان سر یگان خانم ها که احساس بد برشان تولید میکنه، سردردی پیدا میکنه یا دلبدی و گنگسی و خواب باشن هیچ نفهمن. گپ مهم است که از جایی که نشانی شده باید شروع شده و این در پشت خود تیر داره که مطابق تیر باید خورده شده، یعنی رو با رو باید برن، پسکی باید نرن. جناب دکتر صاحب با مسرت میخواستم در مورد بگم که این تابلت ها قبل از همبستر شدن زوج ها استفاده میشه و اینکه معمولا کسایی که دوست دارن وقفه بین ولادت ها رو در نظر بگیرن همه روزه باید این استفاده کنن. اینی رو باید بگویم که بعضی از خانم ها اصلا میگه که شوهر من مسافر است
در ماه دو دفعه فرزند میایه، اما وقتی که شوهرم میایه و مقاربت میداشته باشن امو شویر استفاده میکنه، که این گپ غلط است. مقاربت خدا کنه که یک دفعه دما داشته باشن یا دو دفعه دما داشته باشن، این دوا را باید بخورن. رقمی نیست که دمو وقتی که مقاربت داشته باشن یا گولی را استفاده بکنن. او دست تبلیت های دیگه است امرجنسی کانتراسپتیف پل برش میگه که در صورت که چی میگن خودشان میگن که به غلطی یا سهو شده مقاربت کردن بدون از اینکه کدام متد را استفاده کرده باشن، از او دفعتن استفاده کردن میتونن، که این بازی رقمش نیست. که از این بسیار متد باشن که از روز دوم یا پنجم عادت مادر شروع میشه. و یک گپ بسیار مهم بگن همه است که هر شب باید به متایم معین خورده شده. اگر فرزن 8 بجه شب خوردن، هر شب 8 بجه 8 بجه 8 بجه 8 بجه باید بخورن. اگر 9 بجه میخورن 9 بجه 9 بجه 9 بجه 9 بجه 9 بجه. به خاطر که یه دفعه دیده باشم خانم ها میان میگه که دکتر صاحب بون جوری که اینی دوار نمیخوردم، من عمل گرفتم چی کار شد؟ برای که او چی کده که وقت شب پس و پیش کده یا ای که قضا کده. در صورت که از پیششان قضا میشه، اول خب بسیار تاکید میکنم که باید قضا نکنن. برای اینکه یک روز اگر قضا میکنن دوباره روز باز اگر بتوشه برشان میگن که بخوره، باز یک بلده بیر استفراق برشان پیدا میشه، باز که استفراق میکنن باز دیگه دوایت شد، باز مجبور است که زیادتر از این بخوره. گپی است که بسیار باید محتاط باشن، موبایل خدا کوک بکنن یا سات خدا کوک بکنن، بسیار محتاط باشن. یعنی این دفعه خانم ها میگن که من رفتم میمانی دوای مکتم من برده بودم میادم رفت چطور چیکار، این رو باید در جیب خود در دستگاه خود باید نگاه بکنن. بسیار گرفت مهم جان دکتر صاحب، استفاده از روش دارویی بین وقفه بین ولادت ها که امیر شما روش صحبت کردین، یالا خب به شکل طولانی مدت میشه، مثلا در هر وقفه بین پریود های خانم ها باید استفاده شوه، به نظر شما این زیانبار واقع نخواهد شد برای خانم ها یا خیر؟ اصلا نه، امی که پیشتر گفتم که مشوره دکتر خدا یک دفعه بگیرن که از این همی گولی های قطارکی کدام نمیشه برشان میتن. یک رقمش هست که دو رقم هورمون داره، اما یک رقمش هست که یک نوع هورمون داره. نظر به مشکل خانم، نظر به ضرورت وجودش، برشان گولیایشان انتخاب میشه. و این تمامی چارکنجه نیست، مربر هم داره، گرد هم هست یا دایرویش هم هست. و یک گپ مهم دیگر هم میخوایم که یادآور شم که این نه تنها بر ایجاد وقفه بین اولادت ها داده میشه، بلکه بر کسایی که بیرموزیشان بی نظم باشه بر از او هم داده میشه. بعضی وقتا ما بر دخترها و دخترای خانه میخوایم که از این دوا بکنیم، یک جنجال است که چطور خانواده رو ما قناعت بدیم که این دختر خانه است، مگر این دوا برش ضرورت است که این باید بخوره، تا که او را قناعت میدیم که اوه این دختر خانه است، نشه که تخم دانایش بسوزه، وای دکتر صاحب تو چی میکنی ایجاد وقفه بین ولادت تا برای از این دختر خانه دادی، در حالی که هدف ما ایست که الحمدلله این دختر خانه خو دختر خانه است دیگه، ما خو به او کار نداریم، فقط اینو به خاطر میدیم که بنمازیش به نظم بسازیم. بله، استفاده از روش جناب دکتر صاحب طبیعتا که نیاز به آموزش هم داره، حالا دکتر صاحب باید به مراجعین خود طرز استفاده را آموزش بکنه. خوب است که یک رنگک هم میداشته باشه، یک رنگک میداشته باشه که از کجا شروع میشه و تیر واره خوب یاد میتیمش که مطابق که تیرش بخوری، نه که تیره باید متوجه باشه که اینی را باید متوجه باشن مریضا که مطابق که تیر باید استفاده بکنن. پیشتر هم گفتم که از تیر پسکی نبیاین. و روش بعدی امپلانت گذاری هست؟ هورمون هست که میتونیم که از پیچکاری ها نام ببریم، پیچکاری های دو ماه هم هست، سه ماه هم هست. بازم گپ مهم ای است که در بین قطیگه که پیچکاری ها یک کارت می باشه که در این نام نشان مریض هم مشتمع باشه، از دکتر هم امضایش می باشه. مهم ای است که تاریخش بسیار مهم است که تاریخش باید نوشته بکنه که خود این تاریخ خود تو پیشکاری تکری زرق آینده تا چی وقت باید بکنی، که خانم باید خوب بفهمانیم که در این تاریخ پس به یک پیشکاری پوره میشه. و میتوند دیگه هرمونی یک رقم پلسترک ها است که در بازی خود میچسبانن یا در تخته پشت خود میچسبانن، که او در افغانستان است اما او قدر رواج نیست، میشه که از اون میتود ها هم استفاده بکنن. از میتود های هرمونی لپا است که
ام متد جلوگیری تخنیکی یا میخانیکی برش گفته میتونیم، ام هورمونیش است. دو رقم است که یکیش خرد است که بر 3 سال وقفه ایجاد میکنه، یکیش کلان است که بر 5 سال وقفه ایجاد میکنه. او هم به پلی از این که روش ایجاد وقفه بین ولادت ها داره، خونریزی را هم کنترل میکنه. و همچنان لوپ است که در ترکیب خود مس داره که او هم خوب ایجاد وقفه میکنه. و همچنان در متد هورمونی فراموش نکنم که امپلانت امروز سبب بسیار رایج است که مثل دو تا چوبک گوگرد واری است که امرای عظیمی آله یک سوزنک است، مثل یک سوزن کلان پیچکاری واره یا کنوله واره که به قسمت بازو مانده میشه. خانمایی که به دست راست کار میکنن به دست چپشان مانده میشه، کس که به دست چپ کار میکنن به دست راستشان مانده میشه و این قسمت بازو انت اندازه میشه. اینو که آرام تا به اینجا مانده میشه، یک انستیزی داده میشه مانده میشه. این بر 5 سال وقفه ایجاد میکنه. در مورد از این بسیار پروپاگاندا هست که سبب سرطان میشه، دست آدم فلج میکنه، میره ترکیب سر آدم بالا میشه. اینی گپایی هست که غلط است. هیچ سرطان پیدا نمیکنه، هیچ دستتان فلج نمیکنه، هیچ برتان نقص نمیکنه. هر وقت که میخواستیم که بکشینش اونو میکشن، یک کمک خونریزی اگه پیدا میشه اونو میتونن که پیش دکتر برن یک دوا میتبرشن و اگر که دوام نگیرن قابل تشویش هیچ نیست، میتونن که این ادامه بتن. میتونه اگر روش معصر باشه جناب دکتر؟ بله بله، بهترین روش اینمی است که میتونن از این استفاده بکنن. در خصوص لوبگذاری جناب دکتر، خیلی از خانم ها و مادر هایی که از این روش استفاده کردن گاهن این لوب گذاری ها برشان دردناک تمام شده، این عواملش چی بوده میتونه؟ خود لوب رحم بسیار هوشیار است، چیز اجنبی را چیز بیگانه را در داخل رحم اجازه نمیده، فقط میخواه که رو بکشه. اصلا همین حمله برش بیگانه است، میخواه که حمله بکشه. از امو خاطر خانما در زمان حاملگی و امو اول میگن که زیرای دلم درد میکنه، کمرم درد میکنه، به خاطر که رحم حس بیگانگی میکنه، میخواه که بکشه رو لیپم، میخواه که بکشه دیگه، چیز بیگانه است. از اون خاطر یک کمک درد پیدا میشه که به زور میتونه دکتر رحم بازی بوده دوای درد برشان بوده و خلاص. و بعض اوقات هم یک کمک خون ریزی میداشته باشه که او را هم میتونه با مرور زمان رحم کتش عادت بکنه، خون ریزی هم نکنه. و اگر خونریزیش هم زیاد می باشه میشه که نزد دکتر مراجعه بکنن که بعض دواهای کمخونی حتما برشان میتا و ببینه که لوب برشان گپ خودشان میخوانه یا نمیخوانه، برشان توصیه میکنه. در خصوص میتودهای دائمی اگر هم صحبت کنه اشاره کنه جناب دکتر صاحب، حالا نیاز هست یا خیر؟ چون خانم هایی که به یایسگی میرسن اگر نیاز به هیچ چیز ندارن یا زمان رسیدن به یایسگیشان هست، ضرورت هست به چنین روش هایی که استفاده کنن و یا عملیات تایر انجام بتن یا خیر؟ کسایی که خانم هایی که سنشان کلان میشه و بنموزیشان بنظمی پیدا میکنه که برد که خشک شوه، اینا خطر از این هستن که حمل بگیرن، به خاطر که FSH از دماغ یک هورمون است که وقتی که تخمه نمیشه پخته، دماغ زیاد دیگه هورمون میده که تخمه پخته کو، تخمه پخته کو، یک دفعه ببینی دو سه دانه پخته میشه. دو خطر حتی دوگانگی است که یا بازی نخورن که برو دیگه پیر شده و حمله دار نمیشم. خوب است که اما وقفه خدا خوب مراعات بکنن و وقتی که 6 ماه الی 1 سال بنمازیشان نامد، عادت ماوارشان قطع شد، بزنی وقت یک ذره که دلشان جمع میشه که برو دیگه تخمه ها خلاص شد، دیگه کار نمیتونه، باز از این میتود ها میشه که استفاده نکنه. اما کتاب ها میگه که تا 55-60 سالگی هم باید از این میتود ها باید استفاده کنن، نشه که حمل بگیرن، برای که حاملگی به سن کلان و رسکای خود می داشته باشه، خطرات خود می داشته باشه که از اون خطرات کل ما می فهمیم، خطر خونریزی ها، فشار بلند و مرض شکر و خونریزی های زیریان حاملگی، خونریزی های بعد از ولادت زیاد میشه. و همچنان طفل از اینا امکان داره که سوی شکل بیه، پس اینا بسیار احتیاط بکنن که یا دیگه وجودشان آماده از یام نیست که دیگه اولاد داشته باشن، برای که خود وجود پروردگار قسم عیار ساخته که بر هر چیز یک عمره است.
اولاد دار شده هم یک عمر میخواه، یک حوصله میخواه. وقتی که عمر کلان نباشه، اما فیزیولوژی وجود هم مطابقت نداره که دیگه اولاد دار شده قبول بکنه. پس اینا کوشش بکنن که میتودها را تا که عادت ماهوارشان میایه عملی بکنن. وقتی که عادت ماهوارشان 6 ماه تا 1 سال نامد، بازم نزد دکتر برن که مانی خونشان را بکنن که مکملن قطع شده، تخمه دیگه پخته نمیشه، بعد از اون میشه که دل جمع باشن. میتود های دایمی شما گفتیم که پیشتر گفتم که هم به مردا هست، هم به خانما هست، به مردا هم وز یک قنات است که سبب انتقال اسپرم میشه، میشه که او را بدوزن. البته دکترهای مردانه ای را خوب میفهمه که چه قسم بدوزن و کدام میتود جراحی را استفاده بکنه. پیش زنا هم یکی میتود عزیز که نلاره یا نفیره را بسته میکنن و دیگه میتود دائمی خون مرحمه که میکشن و بر ابد عامله دار نمیشن. خیلی خانواده ترس از کشیدن رحم دارن و گویا با مشکلات سر دچار میشن. آیا کشیدن او میتونه زیانبار باشه بر خانم های خیر؟ کشیدن رحم در صورت که استباب داشته باشه یا ضرورتش باشه، خب دکترم به ضرورت رحم نمی کشن. اما این که خانم ها ترس می داشته باشن، معمولا میگن که چشمایم نشه که ضعیف شوه، یا من چاق میشم، فشارم بلند نشه، من پیر میشم، یا اگر رحم ما کشیده شوه چی کار شوه. در حالی که این مشکلات از کشیدن تخمدان ها به وجود میه. اگر رحم مشکل داشته باشه، رحم رو میکشن دیگه، دکتر غرضی نداره به تخمدان ها. در صورت که اگر تخمدان ها خراب باشه یا دکتر احساس بکنه که در پلو ازی که من رحم رو میکشم اینی تخمدان هم خراب است، نبایدی باشه، یا او تخمدان هم خراب است، این نباید باشه، پس تخمدان ها رو هم که میکشه باید با خانم گفته شود که تخمدانایت هم کشیده شود، زیر نظر دکترت باش که بجای از اینکه تخمدانایت هورمون تولید کنه، باید دواهای برات داده شود که این همین مشکلات بشه بدیل پیدا شود. معمولا خانمایی که عادت ماورشان قطع میشه، خشک میشه، یا ای که رحم تخمدانایشان کشیده میشه، پیش از یک تغییر هورمونی پیدا میشه که احساس میکنن که یک دفعه داغ میاین، عرق داغ میکنن، باز یک دفعه عرق سرد میکنن، باز دلشان تکان میکنه، باز آرام میشه، که بسیار اذیت کننده است. چی در بیداری باشه، چی در حالت خواب باشه، یا را اذیت میکنه. دوام از این 1 الی 4 دقیقه است، اما این 4 دقیقه اینقدر اینا را بذاب میکنه که دلشان میگن که دلم میکفه از گرمی، باز پس یک لرزه سرم میآید، پس خونک میخورم. اینمی از کمبود هورمون است که هورمونای تخمدان کافی نیست بر وجود، دفعتا یک هات فلش، امیر هات فلش میگن بیشتر پیدا میشه. پس این نزد دکتر خود یک دفعه مراجعه بکنن و دکتر خود با جریان برن، امی حالت خود قصه بکنن که اینا تو یک حالت بر ما پیدا میشه که دکترشان بازغمشان میخوره که چی دواها برشان توصیه بکنن. خیلی سپاس و در پایان جناب دکتر صاحب، اگر پیام داشته باشن برای خانواده هایی که از روش ها و میتود های وقفه بین ولادت ها استفاده نمی کنن. پیام ما بر زوجین و بر فامیلا همی است که همکار باشن امرای خانم که او بیچاره دیگه مثل ماشین همیشه اولاد میاره، همیشه تولید می داشته باشه، پس وجود از این هم یک وجود است، یک انسان است، یک زندجان است که به استراحت ضرورت داره. پس از مردا یا آقایان یا شوهرها هم خواهش من داشتم که برای عملی ساختن ایجاد وقفه بین ولادت ها همکار باشن و خانم اگر میخوان که خانمشان صحتمند باشه و اولاد صحتمند برشان بیاره، پس کوشش بکنن که وقفه بین ولادت ها ایجاد بکنن. خیلی سپاسگزارم از حضورتان جناب دکتر نجم السما شفاجو، کارشناس و متخصص بیماری نسایی ولادی و رئیس انجمن دکتران نسایی ولادی در افغانستان. خیلی ممنون. باشین. حالا وقفه داریم، در ادامه با ما باشید در بخش دیگر برنامه سلام افغانستان.